یک هفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باقی هست در ایران و در مهلت رسمی تبلیغات برپایی انواع همایش‌ها و تجمع‌ها در دستور کار طیف‌های مختلف سیاسی قرار گرفته. مثل هر روز در 60 ثانیه نگاهی می‌اندازیم به اخبار انتخاباتی. پس از برگزاری تجمع اصلاح طلبان، سخنرانی دو چهره اصلاح طلب لغو شد. سخنرانی مصطفی کواکبیان، کاندیدای عضو فهرست اصلاح طلبان در تهران، با حمله گروه فشار برهم خورد و حمله کنندگان از گاز اشکاور استفاده کردند. سخنرانی محمد رضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت هم در دانشگاه هرمزگان به دنبال تحسن عده‌ای از بسیجیان لغو شد. فائز هاشمی سفرش به آمریکا را شخصی دانست و گفت اگر کسی بخواهد از آمریکا دستور بگیرد، حتما لازم نیست با آن کشور سفر کند. دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که نفوذی بودن جریان اصلاح طلبی توهمی بیش نیست. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، به ایده رأی ندادن به 5 چهره شاخص طیف تندرو در انتخابات خبرگان اشاره کرد و گفت فضولها، ما 5 نفر سرلیست مردم هستیم. او دشمنان جمهوری اسلامی ایران را نیز احمق خطاب کرد و از این بابت خدا را شکر کرد. مرور کوتاهی بود بر اخبار انتخاباتی امروز جمعه 30 بهمن ماه در ایران. اما همکارم بهروز صمد بیگی در استودیو با ما هست برای بررسی بیشتر این تازه‌ترین خبرها. بهروز، گویا این داستان نفوذ و دخالت آمریکا و انگلیس در انتخابات ادامه داره و مدام هم در خبرها بهش اشاره داره میشه. بله ناز، در انتخابات ادوار گذشته همیشه یک جریان قوی دعوت کننده به تحریم انتخابات وجود داشت و در مقابل طرفداران حاکمیت و در واقع چهره هایی که الان اونها رو بیشتر به نام اصولگرا میشناسیم، اینها می اومدن و بر تشویق به انتخابات پافشاری میکردن و تبلیغ میکردن. در این دوره یه تفاوتی حاصل شده و این چهره های اصولگرا و طرفدار حاکمیت میان و اشاره میکنند که کسایی که دارن در انتخابات شرکت میکنن از آمریکا و انگلیس خط گرفتن تا یک سری چهره های آمریکایی و انگلیسی رو به مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی بفرستند. به نوعی دارن روی اون هشدار آیت الله خامنه ای مبنی بر خطر نفوذ مانور میدن و میخوان یک سری از رقبای خودشون رو منتسب کنند به آمریکا و انگلیس. حتی به سراغ فائزه هاشمی رفتن برای اینکه آقای هاشمی رو به آمریکا منتسب کنند و اعلام کردند که دخترش چندی پیش سفر به آمریکا کرده. همونطور که در خبرها شنیدید و دیدید، فائزه هاشمی گفته که تو این دوران و با این وسایل ارتباطی لازم نیست کسی اگه بخواد از آمریکا خط بگیره به آمریکا سفر بکنه. به روز این ماجرای طرحی که احمد خاتمی بهش اشاره کرده و در واقع گردانندگانش رو فضولها خطاب کرده چیه؟ یه ایده مطرح شد. اول این بود که احمد جنتی، محمد یزدی و مصباح یزدی رو مردم به مجلس خبرگان نفرستن، یعنی به لیست‌های دیگه رأی بدن تا این سه تا نرن. بعد گسترش پیدا کرد، آیت الله لاریجانی در مازندران اضافه شد، احمد علم الهدا در خراسان اضافه شد. آقای خاتمی امروز خودش رو هم در جمع اینا قرار داده و گفته که ما سرلیست های مردم هستیم و مردم به ما رأی خواهند داد. این ایده ای هستش که هرچه به انتخابات نزدیک میشیم، لااقل در فضای مجازی طرفدار بیشتری پیدا میکنه و خیلی ها تبلیغ میکنن که اگر امکان یک پیروزی مشخص و بزرگ در انتخابات مجلس خبرگان وجود نداره، لااقل این چهره های تندروی طرفدار حاکمیت رو مردم به مجلس خبرگان نفرستند.